با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 22 فوریه 2014 و 3 اسفند ماه 1392. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک بار، و بعد میرم روی اخبار اوکراین، اتفاقات دراماتیکی که در اونجا داره اتفاق میفته، اخبار ونزوئلا، اخبار سوریه، اخبار تایلند، و بعد میخواستم اینا رو همه رو در یک متن تاریخی، برای اینکه این یک دور جدید از کودتاهایی که امریکا دوباره تصمیم گرفته هر شبت که انجام بده، حالا که از حمله نظامی فرزن شاید به طور موقت ولی به نظر من به طور استراتژیک فعلا دست برداشته، ولی سیاست دیگری رو در پیش گرفته، که اتفاقا میخواستم در همین زمینه که موقعی که صحبت از تغییر سیاست امریکا کردیم معناش چیه، برای اینکه ممکنه این سوء تفاهم پیش بیاد که امریکا سیاست‌های بعد از فروپاشی شوروی رو که یک سیاست استراتژیکه و اسناد متعددی راجع بهش بیرون اومده که من بارها راجع بهشون صحبت کردم، تقریبا بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی که یکی از اولین سندها که بیرون اومد در واقع زیر نظر پال وولفوویتس، صهیونیست معروف، 1992 که خود من اون موقع مقاله مفصلی راجع بهش نوشتم، برای اینکه بخش هایش توی روزنامه نیویورک تایمز مارس عرصبت که 1992 بیرون اومد. این سیاست در اساس تغییر نکرده و حالا روایات دیگه ای از همین سیاست رو برای عزیزان بیان خواهم کرد. اگر امریکا سیاستش عوض شده، فکر نکنیم، در سیاست بنیادینش که عبارت از تسلط بلا منازع بر جهان باشه، در اون تغییری داده شده، بلکه سیاست جورج دبلیو بوش و به اصطلاح 10 سال اول یا چند سال اول که به اصطلاح فقط حمله نظامی و تجاوز نظامی بود، اون فعلا کنار گذاشته شده به هر حال. و بعدش البته نامه ای از ایران اومده و یه مقدار راجع به اوضاع ایران بازم در همین چارچوب و در این متن صحبت خواهم کرد. بنابراین ابتدا گزارش مالی، امیدوارم عزیزان باشن که کمک هاشون از اوکلاهاما سیتی در اوکلاهاما توسط پیپل 100 دلار، عزیزی بدون ذکر شهرش توسط پیپل 10 دلار، عزیز دیگری باز توسط پیپل بدون ذکر شهر 10 دلار. از این عزیزان اگر مایل باشن که شهرشون اسم برده بشه، بد نیست به اصطلاح این رو هم معین بکنن. از وست هیلز در کالیفرنیا توسط پیپال 100 دلار، از مریلند ویت لوف 300 دلار این عزیزان فرستادن، از سانتا آنا در مجموع 200 دلار، عزیزی از کانادا باز هم بدون ذکر شهر توسط پیپال 99 دلار کانادا فرستادن، از بول کریک در استرالیا 100 دلار، از ایزرن هاگن در آلمان، به یاد احمدزاده ها و پویان این عزیز 50 یورو فرستادن، از بیکرسفیلد 15 دلار، از سوئد توسط پیپل 5 دلار، از ایتالیا عزیزان 200 دلار، از آخن آلمان 20 دلار، و از کنزینگتون در استرالیا 100 دلار. همینطور که عرض کردم، اینا در اوکراین
در واقع می شود گفت به اصطلاح چیزشون کودتاشون موفق شده، برای اینکه یانوکوویچ حالا یا دیشب یا امروز صبح وقت اونجا رفته به شهر خارکوف، یعنی در حقیقت چیز به اصطلاح ساختمان ریاست جمهوری رو ترک کرده و رفته به شرق عرصه‌ای که اوکراین و دست راستی ها که راستترینشون در حقیقت فاشیست های شناخته شده الان کاخ ریاست جمهوری رو تصرف کردن و اونجا هستن و در نتیجه کودتا در خود شهر کیف در حقیقت موفق شده بعد از کشتارهایی که اینا کردن. عزیزان به میدان مرکزی شهر کیف اگه میخوان عزیزان گسترده اخبار رو ببینن، الان آرتی یعنی به اصطلاح تلویزیونی که در حقیقت از طرف فدراسیون روسیه هستش 24 ساعته در حقیقت باید هواپیمای بی سرنشین بالای اون میدانه و تمام به طور لایو اینو نشون میده و عکس های متعدد و عزیزان ببینن که اینهایی که اسم خودشون اپوزیسیون گذاشتن داستانشون چیه. یک مشت نه تنها دست راستی مسلح، حالا نه تنها با چماق و میله های آهنی بلکه با هفتیر و تفنگ، و خشونتشون تصور ناپذیره. عزیزان باید ببینن فیلم مفصلی آرتی داره نشون میده که چطور با کامیون کیسه های پول در واقع وارد سفارت امریکا میشه و از اونجا پخش میشه بین اینها، و بعدش از کجا برای اینها غذا، چادر، تمام وسائل میاد که حالا غیر از آقای مکین، خانم ویکتوریا نولند، عرصه‌ای که بعضی از سناتورهای امریکایی و تعداد زیادی از و دستن در کار بودن جورج سوروس در این قضیه و پولهایی که به اونجا ریخته میشه و سایر قضایا، عزیزان از طریق تلویزیون آرتی مفصل بدون اینکه طرف مثلا روسیه رو بگیره، گاهی اوقات بعضی از مقالاتش من فکر میکنم حتی طرف واقعا غرب و امریکاست، ولی به هر حال الان وضعیت اینطوره و اینا کودتاشون تا الان در شهر کیف و در غرب در حقیقت اوکراین در واقع موفق شده به دلیل حالا دلایل زیادی داره که خود یانوکوویچ چقدر از خودش تزلزل، بی ارزگی و سستی نشون داد، یا میباید استعفا میداد و میگفت که من استعفا دادم که این خواست همین تروریست ها بود واقعا و عرض شد که انتخابات را خواهیم انداخت که بعدن هم قبول کرد، و یا این که میباید برخورد میکرد با اینهایی که حالا من وضعیت اوکراین رو برای اینکه عزیزان یه مقدار چیز بشن از زبان دو نفر امریکایی کنسرواتیو که یکیشون در حقیقت کسی بوده که آقای عرشبت که پت بوکنن که نطقای نیکسون رو میفرسته، یعنی یه دست راستیه و به اصطلاح جز کنسرواتیو ها یعنی محافظه کار و نه نئو کنسرواتیو یعنی به اصطلاح محافظه کار نو، اینا محافظه کاران، به یکی پال کریگ رابرتس که بارها و بارها صحبتشو من کردم که اونم یک کنسرواتیو هستش و معاون وزارت خزانه داری در زمان ریگان بود. از زبان این دوتا من بیش از اون که به اصطلاح چیز بکنم، پت بوکنن در انتی وار 21 فوریه عضو میخوام یعنی دیروز میمیسه ویکتور یانوکوویچ که در مطبوعات و دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب، عزیزان باید تلویزیون‌ها، رادیوها و نیویورک تایمز رو بخونن و ببینن چطور اینا از این تفنگ به دست‌ها، گرز به دست‌ها، چماق به دست‌ها با تمام قوا
و از راستترین نیروها و از این کودتا چه دفاعی کردند دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا، در حالی که آرتی که مال روسیه است کاملا بی‌طرف موند و هیچ به اصطلاح چیزی نکرد. واقعا عزیزان برن و اخبارشو بخونن، ولی واقعیات رو نشون داد که چی داره میگذره و فیلم و اسناد متعدد راجع به این قضیه که به عنوان یک مستبد از اون نام برده میشود. در سال 2010 در انتخاباتی که مجامع بین المللی به عنوان انتخاباتی آزاد و منصفانه از آن نام بردن، به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد. عزیزان میدونن که چند سال قبلش امریکا بعد از فروپاشی شوروی، ما میدونیم اونجا انقلاب مخملی کرد و به اصطلاح یه نفر از طرفدارای خودشو که به اصطلاح به زعم خودشون مسموم شده بود و عزیزان یادشون بیاد صورت درهم فروپاشیدش واقعا، و بعد دوباره مردم 2010 رفتن پای صندوق‌های رأی و یانوکوویچ رو انتخاب کردن. بنابراین او هنوز رئیس جمهور قانونی و مشروع کشوره و استعفا هم نداده، با اینکه ترک کرده عرشبت که چیز رو پایتخت رو ترک کرده و رفته به شرق اوکراین، ولی استعفا نداده. دلیل اصلی این که حالا برمیگرده پت بوکنن که این جریانات چرا شروع شد، داستانش چی بوده. من قبلا راجبش صحبت کردم که اتحادیه اروپا و امریکا با وجود آن که بینشون اختلاف هست که دولت آینده کی باید باشه، کی باید قدرت رو بگیره، با عزیزان صحبت کردم که اون صحبتی که بین ویکتوریا نولند که به حساب سخنگو و یا معاون وزارت خارجه امریکاست با سفیر امریکا در اوکراین صحبتشون میشه که اروپا یک کسایی رو میخوان که به قدرت برسه بعد از کودتا، در حالی که امریکا کسای دیگر رو میخواد، یعنی دست راست ترین ها رو میخواد و الان هم داره همین طور میشه. بنابراین ببینیم از کجا جریان شروع شده. دلیل اصلی این که یانوکوویچ پیشنهاد کمک روسیه را به پیشنهاد اتحادیه اروپا ترجیح داد این بود که پیشنهاد روسیه از نظر منافع اوکراین بهتر بود. چرا؟ به خاطر اینکه روسیه پیشنهاد 15 میلیارد دلار وام و تخفیف در قیمت نفت و گاز داد بی آنکه هیچ شرط و شروط و نخ و ریسمانی بهش بسته باشه، در حالی که در پیشنهاد اتحادیه اروپا مقدار بسیار کمتری وام داده میشد همراه با انواع شرایط، که این شرایط چی بودن؟ زیر نظر صندوق بین المللی پول بی آنکه اوکراین حتی عضو کامل عیار اتحادیه اروپا بشه، و هدفشون این بود که در حقیقت بعدش ناتو بیاد و در اونجا پایگاه نظامی درست بکنه. به این دلیل بود که یانوکوویچ عضو میخوام نپذیرفت این پیشنهاد رو. و اون وقت طرفدارای غرب به پا خواستن. و اما ببینیم حالا به اصطلاح معترضینی که به میدان اصلی شهر آمدن و تمام اونجا رو اکثر عزیزان باید ببینن، تمام رو به آتش کشیدن و این میدان به این زیبایی رو نابود کردن، واقعا تمام به اصطلاح ادارات دولتی رو تصرف کردن و به آتش کشیدن. آنها برای اعتراض نیامده بودن، پت بوکنن اینو داره میگه، بلکه در میدان چادر زدن، سنگربندی کردن، ساختمان‌های دولتی رو اشغال کردن، مراکز اداری حزب حاکم را به آتش کشیدن، مسلحانه با پلیس روبرو شدن. عکساش تمام وجود داره که چندین پلیس رو با ضرب گلوله و در حقیقت طرفدارای دولت رو گرفتن، اینقدر به خصد کشت به اصطلاح کتک زدن و خواهان براندازی دولت شدن، دولتی که واقعا خودشون رفته بودن مردم پای صندوق‌های رأی بهش رأی داد. چند بعد پت بوکنن میپرسه چند کشور اروپایی رو میشناسیم که اجازه کودتا به این شکل در پایتخت خودشون بدن؟ دولت امریکا و یا شهر نیویورک با اینهایی که اومدن به طور مسالمت‌آمیز در میدان زوکاتی به اصطلاح جنبش تسخیر وال استریت
عزیزان به یاد بیارن که پلیس چطور یک بعد نصف شب حمله کرد و با چه سبعیتی تمام به اصطلاح چیزاشون رو در حقیقت ریخت تو کامیون و به اصطلاح برد آتش زد و نابود کرد، کتابخونه‌شون و چادرهاشون رو، همه چیزشون، با چه سبعیتی سرکوب کرد این جنبش رو. این دولت دموکراتیک امریکاست. و تازه بعد از چند هفته شورش مسلحانه یانوکوویچ پیشنهاد مذاکره داد. حالا ضعفش در همین بود که همینجوری قدم به قدم عقب نشست، یا میباید استعفا میداد یا اینکه در برابر این تروریست ها میباید میایستاد. اون نخست وزیرش رو کنار گذاشت، پیشنهاد نخست وزیری به یکی از سران اپوزیسیون یاتسنویک که یه دست راستیه، گفت اون بیاد نخست وزیر بشه. او همچنین پیشنهاد داد که بوکسر معروف کلیچکو بیاد معاونش بشه، معاون نخست وزیر بشه. تمام این پیشنهادات او رد شدن. اپوزیسیون او سپس از طریق مجلس، ببینید چه امتیازاتی داد، تمام قوانین علیه تظاهر کنندگان را لغو و عفو عمومی داد، حتی اینایی که آدم کشی کرده بودند. رئیس جمهور در عمل پیشنهاد دولت ائتلافی داد تا انتخاباتی که قرار 2015 یعنی سال آینده بشه. هیچ کدوم از اینا رو قبول نکردن. حالا پت بوکانن میپرسه آیا با در نظر گرفته تمام این واقعیات میتوان از او یعنی یانوکوویچ میتوان به عنوان یک مستبد زورگو نام برد؟ آیا مخالفین نباید منتظر انتخابات سال آینده بمانند و خواستهای خود را با تظاهرات مسالمت آمیز بیان بکنن، بیان و با تظاهرات مسالمت آمیز بیان بکنن؟ پرزیدنت اوباما از دولت یانوکوویچ میخواهد به تظاهر کنندگان احترام گذاشته و خشونت را متوقف بکنه. بعد بهش میگه که اگر هزاران عضو تی پارتی، ما میدونیم که به حساب حزب دستراسی که در برابر اوباما ایستاده، جلوی کاخ سفید اردو برپا بکنن، اداره مرکزی حزب دموکرات رو به آتش بکشن، کنگره را اشغال بکنن و از او بخواهن استعفا بدهد، عکس‌العمل ایشان چه خواهد بود؟ آیا اوباما با آنها وارد مذاکره میشه؟ این یه مقاله. مقاله دیگه پال کریگ رابرتس در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس 20 فوریه، میره یه مقدار بک‌گراند اینه که چطور اینا از 2009 در حقیقت برنامه ریزی کردن از مدت‌ها و از سال‌ها پیش و در حدود 5 میلیارد دلار خرج کردن برای اینکه مقدمات این کودتا رو فراهم بکنن در اوکراین. من بخشی از مقاله پال کریگ رابرتس رو میخونم. نطق 8.5 دقیقه‌ای ویکتوریا نولند، همین خانم که من نمیدونستم شوهرش رابرت کیگن هست که به اتفاق ویلیام کریستول مجله دستراستی صهیونیستی نئولیبرال ویکلی استاندارد رو در میاره، شوهر این خانم، از اون صهیونیستای. نطق 8.5 دقیقه‌ای خانم ویکتوریا نولند در نشنال پرس کلاب در 13 دسامبر 2013 نشان میدهد که دولت امریکا چه برنامه‌ای برای اوکراین دارد. او در این سخنرانی با افتخار اذعان میکند که دولت امریکا تا حال 5 میلیارد دلار خرج آوردن اوکراین به داخل اتحادیه اروپا کرده است. خودش در نطقش، خانم ویکتوریا نولان، شرمندگان حاضر در این سخنرانی کسانی بودند که از غارت اوکراین ثروتمند خواهند شد، از جمله جورج سوروس. بعد میگه فقط به علامت شرکت نفت شوران که بغل دست سخنران گذاشته شده نگاه بکنید. خانم نولند فراموش کرد به تظاهر کنندگان خاطر نشان کند که دولت امریکا مصمم به از میان بردن استقلال این کشور و دوچار کردن آن به سرنوشت کشورهایی مانند لتونی، استونی، لیتوانی و یونان
یعنی تمام کشورهایی است که به پیروی از احکام صندوق بین المللی پول سیاست تعدیل ساختاری در اونجاها پیاده شده و به خاک سیاه نشونده شدن. حالا من صحبتشو میکنم عزیزان که امپریالیزم یه زمانی واقعا موقعی که دست به کودتا میزد میتونست تا حدی نه دموکراسی لااقل تنعم به وجود بیاره. الان این کشورها رو به یونان، عزیزان به یونان نگاه بکنن و اخبار رو بخونن. در یونان در حال حاضر کنار خیابونها هزاران لااقل بین 13 تا 16 هزار اتومبیل فقط در شهر خود به ساعتن پارک شده که اینا همینجوری تو خیابون پارک شده میمونه برای اینکه صاحبانشون پول بنزین ندارن که اینا رو برونن و تبدیل به آهن پاره دارن میشن. یعنی یونان به یک چنین روزی که یونان رو به عنوان یک کشور اروپایی ازش اسم میبرن و با تبعیت از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، فقر همینطور داره گسترش پیدا میکنه و الان چندین سال عزیزان شاید اگه دنبال کرده باشن که رکود و بحرانش کم نظیره در تاریخش. کشورهای اروپای شرقی رو عزیزان نگاه بکنن، رومانی، مجارستان، حتی خود لهستان که از همشون به اصطلاح به زعم اینا بهتره، کشورهای به اصطلاح کنار دریای بالتیک یعنی لتونی و لتوانی و استونی به چه روزی افتادن. در واقع اینا میخوان اوکراین را هم به همین روز بندازن. طبق گزارش آرتی که بسیار قابل اعتمادتر از مقامات امریکایی است که بعد میگه که به سخنرانان کولین پاول در سازمان ملل را به یاد بیاوریم برای حمله به عراق، شورشیان اوکراین تا حال 1500 قبض اسلحه و 100 هزار فشنگ سه مسلسل به تعداد نارنجک از پادگان ها مصادره کردن، خیلی بیش از این به تمام پادگان ها اینا حمله کردن و تمام بسا خلع سلاح کردن. این البته مال چند روز پیشه، الان که دیگه این چیزا فوق العاده بیشتر، تعداد زیادی از پلیس ها توسط کوکتل مالوتوف سوزانده شدن، 108 پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفتن و تعداد کشته ها فوق العاده به اصطلاح تعدادی کشته به 63 نفرشون در شرایط خطرناکی هستن از پلیس ها. فدراسیون روسیه پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا و پایگاه های ناتو در اون کشور را خطری نظامی و استراتژیک برای خود میبینند و در نتیجه واقعا اوضاع رو به طرف یک خطر بزرگ دارن میبرن. عرض شود که من دنباله مال پت بوکنن رو دارم میخوام. در دولت جورج بوش زیر نظر موقوفه برای دموکراسی، عزیزان میدونن که National Endowment for Democracy که جای CIA رو واقعا گرفته و ارچه Freedom House خانه آزادی و این NGO ها الان جای کودتاهای سابق رو اینا گرفتن و میرن تو این کشورها مقدمات این کودتاها رو فراهم میکنن. با دست به انقلابات مخملی در صربستان، اوکراین، گرجستان و قرقیزستان زدیم در زمان جو، اما در بلاروس موفق نشدیم. اینک آقای مکین به اوکراین پرواز میکنه، میره با تظاهر کنندگان رو تشویق به مقاومت میکنه و غیره و غیره. پس این وضعیت اوکراینه که فعلا اینجوری شده و این به قول استیفن کوهن که استاد دانشگاه، استاد بازنشستش الان، و اوضاع شوروی سابق و بعد از فروپاشی همینطور دنبال کرده، در چند مقاله عزیزان باید بخونن. استیفن کوهن میگه که این در واقع یه جنگ سرد جدید رو با روسیه دوباره امریکا چیز کرده و این یک اوضاع فوق العاده خطرناک در سطح جهانی داره به وجود میاره. عزیزان میدونن در ونزوئلا، من سریع باید از اینا بگذرم، ولی چون اوضاع اوکراین الان از همه حساب بحرانی تره، من یه مقدار از وقت برنامه رو، ولی در اینا هدفشون اینه که در ونزوئلا هم همین کار رو بکنن، در نتیجه به اصطلاح یک دور جدیدی از این کودتاها رو آغاز کردن. همینطور که ما میدونیم در تایلند، ابتدا من راجع به تایلند عرض بکنم که همینطور که گفتم در
بخش شمالی و شرق تایلند انتخابات صورت گرفت، بیش از 90% از مردم اومدن و به حساب رأیاشون دادن، ولی قسمت جنوب خود شهر بانکوک هنوز که هنوز تظاهر کنندگان تو خیابونن و نذاشتن که دوباره مردم بقیهشون بیان و رأی بدن، ولی به تدریج یک مقدار عرض شد که تظاهرات اونا، ولی بازم غرب و امریکا به ویژه و البته دربار و تا حدی بخشی از ارتش تایلند هم پشت ایناست و فئودال های تایلند پشت اینان، بنابراین اونجا هم خیال کودتا دارن. به علت اینکه خانم یینگلوک و برادرش که به اصطلاح عرض کردم که اونا یه مقدار بانکه، یه میلیاردره شیناواترا، از آقای شیناواترا بانکه یه میلیاردره، ولی کلی به اصطلاح به فقرا و به دهقانان و به مردم و به کارگر و زحمتکشا رسیده بود، برای اینکه آموزش مجانی، پزشکی مجانی و یه مقدار به اصطلاح و تا حدی هم آزادی و دموکراسی در اونجا بود و اینا نمیتونن اینو تحمل بکنن، همینطور که چاوز رو نمیتونستن تحمل بکنن. هر کشوری که بخواد از طریق حتی الان دیگه از طریق صندوق رأی بیاد به قدرت برسه و بعد یه مقدار به مردم برسه، اینا امکان نداره اینا رو بتونن تحمل بکنن. الان در ونزوئلا یه نفر به اسم آقای لئوپولدو لوپز تحصیل کرده یه هاروارده و الان مشخص شده که این کیه، در کودتایی که در 2002 علیه ارشد هوگو چاوز شد شرکت فعال داشته و الان باز هم شدیداً فعاله و اخبار عزیزان باید چیز بکنن که در شهر اسلو اونجا یک سازمان دستراسی هست که اونم نقش داره در این، در سخنرانیش عزیزان در 2009 باید نگاه بکنن، همین آقای لئوپولدو لوپز که چی گفته که چرا باید به اصطلاح حکومت چاوز و الان مادورو باید بیفته. و ما میدونیم همین هفته تعداد زیادی باز از مردم رو آورد توی خیابونها و چندی نفر هم کشته شدن تو این قضایا و بعدش البته خودش رو تسلیم کرده، ولی به طور کلی اینها دوباره در صدد اینن که کودتا بکنن در ونزوئلا، یعنی نمیخوان که این کشورها روی خوش، روی صلح، روی آرامش و روی یک مقدار تنعم و یعنی در واقع به طبقات پایین به حساب رسیدگی بشه، برشون قابل تحمل نیست. عزیزان من عرض شد که دلم میخواد بحثی رو که میخوام آغاز بکنم با یه مقدمه آغازش بکنم که سیاست استراتژیک اینا چیه بعد از فروپاشی شوروی. من قبلن راجع به این قضیه صحبت کردم که بعد از فروپاشی شوروی در واقع اولین مقالات و گفته ها توسط ساموئل هانتینگتون مطرح شد، کشاکش فرهنگ ها، که در واقع اون بیشتر توجهش معطوف به کشورهای اسلامی بود و کشورهای مثل چین که بودایی، که در واقع کشورهای غرب مسیحی و پیشرفته و متمدن و در برابر به اصطلاح جنگ یه جنگ فرهنگیه. این داستان رو ساموئل هانتینگتون آغاز نکرده بوده، در اساس برنارد لوئیس آغاز کرده بوده. من راجع به برنارد لوئیس که صهیونیست معروفیه، یه زمانی جز اینتلیجنس سرویس انگلیس بوده، بعد از اونجا اومده امریکا و استاد دانشگاهش کردن، در کنفرانسی که در دانشگاه پرینستون در سپتامبر 1953 گرد همایی که در دانشگاه پرینستون بود و تمام اسلامی ها رو اون بود که گرد هم آورد، چه در برای پاکستان، چه برای اندونزی، چه برای ایران، چه برای مصر، چه تونس، تمام این کشورها،
در حقیقت بنیادگرایان اسلامی رو در اونجا جمع کرد و من راجع به این قضیه صحبت، همین آقای برنارد لوئیس. اون دهه 67 و بعدش در دهه 50 و 60 و 70 چه تبلیغی برای اسلام، چه مسافرت هایی به پاکستان و به تاجیکستان و به سایر جاها برای اینکه مسلمونا را هم علیه شوروی برانگیزه و همین که پشتشونو بگیره برای به عنوان آلترناتیو های آینده. بعدش ساموئل هانتینگ بعد از اینکه شوروی اون وقت میپاشه سیاستش رو عوض میکنه آقای برنارد لوئیس، که آره این یک به اصطلاح تضاد و به اصطلاح چیز فرهنگی است بین دنیای مسیحیت و یهودی و دنیای اسلام و بودایی، که در حقیقت علیه کشورهای اسلامی و تمام پایه‌ریزی تمام این سیاست، یعنی تئوریه. عزیزان قبلا من عرض کردم که تئوری و تئوری‌های استراتژی که بعد از جنگ دوم جهانی رو جورج کنان در یک سلسله مقاله در همین عرض شد که مجله معروف عرض شد که شورای سیاست خارجی بیرون میدن، فارن افیرز، در مجله فارن افیرز یک سلسله مقاله جورج کنان که استاد بازنشسته به اصطلاح دانشگاه پرینستون بود ولی رئیس به اصطلاح طرح‌ریزی برنامه‌های وزارت خارجه امریکا در اون زمان بود، 1947-48 این مقالات رو نوشت و در واقع تئوری جنگ سرد رو، تئوری جنگ بعد از جنگ سرد رو که همین جنگ علیه تروریسم باشه، افرادی مثل ساموئل هانتینگتون و برنارد لوئیس و صهیونیست‌ها ریختند که از جمله در واقع عرشبت که نورمن پادهورس، عرشبت که چارلز کراوت هامر، همین بیل ویلیام کریستول، رابرت کیگان که در حقیقت شوهر همین خانم ویکتوریا نولند هستش، اینا این صهیونیست‌ها در حقیقت اینا رو، ولی ساموئل هانتینگتون در حقیقت این رو. ولی اون تنها نبود، یکی از استادای باز هم انگلیسی نیال فرگوسون، عزیزان مقالاتش رو باید بخونن، که اینا اعتقاد دارن ما احتیاج به یه امپریالیسم جدید داریم. نه تنها اون مکس بوت، که اینا هم در حقیقت دست راستی های تئوریسین اینها هستن، که اینا مقالاتشون نیال فرگوسون و مکس بوت در نیویورک تایمز هم میتونه عزیزان بخونن. ولی من میخواستم از دو تا دیگه از تئوریسین های اینها اسم ببرم که در مقاله‌ای که اخیراً ایستوان مزاروش در آخرین شماره مانتلی ریویو نوشته، یه نقل قول آورده که من اینو ترجمه کردم میخوام برای عزیزان بخونم. آقای رابرت کوپر که این جزء مشاورین آقای تونی بلر بوده، در 2002 ببینید چی میگه، که این رو در ابزرور در حقیقت چاپ کرده. میخوام عرض بکنم که این سیاست استراتژیک که تسلط مجدد بر جهانه عوض نشده، بلکه فعلا سیاست جورج دبلیو بوش در حقیقت کنار گذاشته شده که فقط متوسل به کار نظامی میشده. آقای رابرت کوپر میگه که در حالی که کشورهای پست مدرن جهانی، منظورش اروپا و امریکاست، پست مدرن بهشون میگه، ممکن است برای یکدیگر خطرآفرین نباشند، اما هم کشورهای مدرن که مثلا شاید چین و اینا رو حالا دیگه مدرن میگه و هم پیش مدرن، اینا خطرآفرین هستند. چالشی که در برابر جهان پست مدرن یعنی متمدن وجود دارد این است که با فکر دبل استاندارد، ما میگیم سیاست یک بام و دو هوا یعنی تزویر و ریا، با فکر دبل استاندارد عادت بکنه و اون رو بپذیره. این تئوریسین انگلیسی اینو داره میگه، ما در بین خودمان یعنی کشورهای پست مدرن متمدن اروپای امریکایی بر پایه قوانین و امنیت مشترک و آزاد عمل می کنیم، اما وقتی با حکومت‌های نوع قدیمی و بیرون از قاره پست مدرن روبرو می شویم، لازم است
به روش‌های سخت، سخت‌تر دوران‌های گذشته، یعنی با زور، با حمله پیشگیرانه. اینو بهش میگن پریمپتیو، همینطور که در عراق این کار کردن، در افغانستان پریمپتیو، با خودعه و تزویر و با هر آنچه برای رویارویی با آنها هرچند که لازم که هنوز در جهان قرن 19 هم زندگی میکنند لازم است متوسل بشی. بعد حالا میگی که اینا قوانین جنگله، در میان خودمون قوانین را رعایت میکنیم، اما وقتی در جنگل عمل میکنیم، یعنی ما یه مش وقتی یه کشورها یه مش وحشی جنگلی هم، باید قوانین جنگل را به کار ببریم. چالشی که کشورهای پیش مدرن ما را با آن روبرو کردن چیز تازه است. یعنی بعد از فروپاشی شوروی، جهان پیش مدرن عبارت از کشورهای فروماندن که به حساب failed state اینو بهشون میگن. بعد میگه چرا حالا این کشورهای failed state به وجود اومدن؟ این به دلیل مرگ امپریالیسم هست که ما شاهد ظهور جهان پیش مدرن هستیم. حالا چطور دوباره اینا میتونن نجات پیدا بکنن؟ امپراتوری و امپریالیسم لغت‌هایی هستن که در دنیای پست مدرن مورد سوء استفاده قرار گرفتن. امروز هیچ نیروی استعمارگری وجود ندارد که این مسئولیت را بپذیرد، در حالی که نه تنها موقعیت برای موقعیت، بلکه از آن فراتر ضرورت استعمار به همان اندازه مهم است که در قرن 19 هم بود. تمام شرایط امپریالیسم وجود دارد، اما این عرضه و تقاضای امپریالیسم که خشکیده و از میان رفته، در حالی که کشورهای ضعیف به کشورهای قوی احتیاج دارند و کشورهای قوی به نظم جهانی احتیاج دارند. حالا این نظم جهانی چیه؟ جهانی که در آن کشورهای کارا، یعنی پست مدرن متمدن اروپایی و امریکا، و منظم ثبات و آزادی به کشورهای پیش مدرن صادر کنند. جهانی که برای سرمایه گذاری و رشد دروازه هایش باز باشد. اصل قضیه اینه که دروازه ها باید باز باشه برای سرمایه گذاری آزاد کورپوریشن ها و انحصار ها. آزادی به دموکراسی یعنی این. اینها همه به راستی لازمه. بنابراین آنچه لازم است همانا یک امپریالیسم نوع جدید است، امپریالیسمی که مورد قبول جهان حقوق بشر و ارزش های جهانی کاسموپالیتن، یعنی جهان شهری باشد. این دیدگاه آقای رابرت کوپر هستش. این سیاست عوض نشده. حالا تامس بارنت که محقق استراتژیک کالج جنگی نیروی دریایی امریکاست، ببینید چی میگه. ایالات متحده مسئولیت دارد تا از نیروی عظیم خود استفاده کند تا جهانی سازی را به راستی جهانی کند. در غیر آن صورت بخشی که جامعه بشری که عرض که محکوم به ماندن در بیرون از جامعه جهانی بوده و به عنوان دشمن محسوب بشه، یعنی بازم همون اونایی که جنگلی هم مثلا کشورهای خارج از اروپا و امریکا، و وقتی ایالات متحده آنها را به عنوان دشمن به حساب آورد، لاجرم علیه آنها دست به جنگ خواهد زد که موجب مرگ و نابودی می شود. این را نمیتوان ادغام به زور و یا گسترش امپراتوری خواند، بلکه باید آن را گسترش آزادی خواند. این سیاستیه که اینا، این سیاست میخواستم این رو عرض بکنم. به شکل دیگه الان اوباما داره پیادش میکنه، یعنی برگشتن به سیاست کودتا، و یا اگر بتونن که معمولا الان ده ها هزار، شما 1 میلیارد بیکار در سطح جهانی داری. اگر شما 200-300 دلار به یه نفر بدید که بیکاره، حالا میخواد از اندونزی باشه، از پاکستان، از افغانستان، از چچنیا، در روسیه، در خود اوکراین که یه کشوری در واقع به اصطلاح عجیب، به اصطلاح پول پرستی و اینا در اونجا هست، در همین اسنادی که اخیراً بیرون اومده، 200 روزی 25 دلار فرضاً به یه کسی بدید، حاضر هر کاری بکنه، و در نتیجه شما میتونی بفرستیش به سوریه، به اوکراین،
حتی به کشورهای امریکای لاتین، از خود همونجا به اصطلاح میتونید چیز بکنید. و سازمان هایی که صدها میلیارد دلار و صدها میلیون دلار و میلیاردها دلار در اختیارشونه، براشون چیزی نیست که در حقیقت میلیون ها دلار در این زمینه خرج بکنن، که فقط برای اوکراین 5 میلیارد دلار اینا خرج کردن. ولی حالا مهم اینه که این رو میخواستم عرض بکنم که آیا اینا موفق میشن؟ نظر من اینه که مردم دنیا فکر دارن، هرچود که و زندگی روزمره و ملموسشون بهشون نشون میده که چی براشون خیر و سعادت و یا سعادت نسبی و تنعم میاره و چه چیزی بدبختی میاره. مثال من بزنم که در عرض همین 12 سال گذشته، از زمانی که اینا به افغانستان و عراق حمله کردن و فکر میکردن که واقعا حمله و اشغال این کشورها به سادگی بریدن یک کیک واک خودشون اسمش گذاشتن، هر شبت که یه نفر از همین صهیونیستا گفت که این یک کیک واک، و بعد پال ولفوویتز گفت که عراق فقط 50 میلیارد خرج بر میداره، که خود پول نفتش هم بلا فاصله همون سال اول این رو چیز میکنه، و موقعی که ارتش امریکا رفت اونجا به دلیل به اصلاح یه دیکتاتوری مثل صدام حسین، مردم نقل و نبات برای ما پخش خواهند کرد، با دست گل از ما پذیرایی خواهند کرد، در حالی که ما میدونیم الان با تحقیقی که جوزف استیگلیتز کرده، خرج جنگ عراق که موجب نابودی این کشور شد تا سالهای آینده 5 تریلیون دلار برای امریکا خرج برخواهد داشت، و به همین ترتیب در افغانستان که مجبورن حالا نیروهاشون رو بیرون بکشن و این کشور رو با یک سرنوشت نامعلوم و فوق العاده اسفبار دچار کردن. مردم افغانستان اوضاع کنونیشون رو و آیندهشون رو با 20 سال پیش مقایسه میکنن، مردم عراق اوضاع خودشون رو با 20 سال پیش مقایسه میکنن، و به همین ترتیب کشورهای امریکای لاتین. کشورهای امریکای لاتین رو به چه روزی انداخت؟ در 1964 علیه گولار که به طور دموکراتیک واقعا انتخاب شده بود یک کودتای نظامی کرد و کشور رو به خاک و خون کشید، برزیل رو، تا سال 2000 یا قبلش که لولا دا سیلوا اومد و رئیس جمهور شد، و از اون موقع تا به الان مطابق اذعان خودشون برزیل نه تنها قرض صدها میلیارد دلاری خودش رو به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول داد، از نظر اقتصادی چه پیشرفت هایی کرده و چقدر در حدود 40 تا 50 میلیون انسان رو از فقر به بالای خط فقر رسونده، و از نظر علمی، تکنولوژیک و به اصطلاح رشد اقتصادی چه پیشرفت هایی داشت. در شیلی در 1973 اینا چه جنایتی کردن و سالوادور آیندر رو به اون شکل فجیع کشتن و چه قتل عام‌هایی در اونجا به راه انداختن، و برای چند سالی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی در حقیقت شوک درمانی کردن، چند سال اقتصادش پیش رفت، ولی بعدش به کجا رسید؟ و بعدش خانم باچله یک بار ریاست جمهوری به دست آورد و بعد میدونین که چند وقت پیش دوباره چیز شد، خود خانم باچله که یکی از قربانیان در حقیقت جنایات اگوستو پینوشه بود به ریاست جمهوری رسید، و چه پیشرفت هایی از این جهت در شیلی شده. در اوروگوئه در 1973 دوباره اینا عرشبت که کودتا کردن، و چطور الان در واقع عرض شود که
در اروگوئه الان ما میدونیم که چندین سال پیش چه کسی رئیس جمهور شد از طریق رأی آزاد مردم، تبر واسکوئز که یک پزشک در حقیقت متخصص سرطانه، اونکولوژیست هستش، و بعد از اون کی اومده؟ خوزه موهیکا، که اینا هر دوشون در جنبش توپامارست فعال بودن، جز رهبران اونجا بودن. و تا الان چه پیشرفت هایی در این کشور شده؟ در بولیوی که اینها چطور چه گواره در سال 1967 اونجا کشتن و بعدش دولت نظامی اونجا چه جنایاتی کرد. و ما میدونیم 2005 ایو مورالس اومده و حتی الان در بولیوی نیویورک تایمز مقاله مفصلی نوشته که از نظر اقتصادی چه پیشرفت‌های عظیمی کرده، یکی از فقیرترین کشورهای امریکای لاتین. عرصه‌ای که در ونزوئلا که قبل از اینکه چاوز بیاد فقر گسترده، عزیزان بیش از 50% از مردم زیر خط فقر، و بعد از اینکه چاوز اومد چه کودتایی در 2002 علیهش کردن، ولی بعدش چطور موفق شدن مردم دوباره به عصا چاوز رو بیارن در کاخ ریاست جمهوری، و از اون به بعد دوباره میخواستن کودتا کنن 2004 که یک رفراندوم را انداختن، و از اون به بعد چاوز در انواع و اقسام به عصا انتخابات هایی که شد اکثریت مردم رو به دست آورد. و ما نمیدونیم، به هر حال به وضع مشکوکی هم بالاخره درگذشت، و تا الانش اکثریت مردم در برابر همین لئوپولد و لوپس که به اصطلاح یه عده را آورد توی خیابون، کارگرای شرکت نفت و هزاران هزار انسان اومدن به طرفداری از مادورو، با آنکه اینا کلی مشکل براش به وجود آوردن، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر گسترش به اصطلاح جنایت در اونجا. جنایت ها رو کی به وجود میاد؟ با نهایت تأسف البته بخش وسیعی از به اصطلاح فروشگاه ها و کسب و کارها در دست به اصطلاح دست راستی هاست و نه در دست دولت. دستگاه های ارتباط جمعی بخش عظیمیش در دست راستی هاست. هر چود که بنابراین این در اکوادور، در اکوادور به همین ترتیب که اینا کودتا کردن، ولی بعدش هر چود که آقای کوریا که اونم تحصیل کرده یه امریکاست ولی یه انسان ترقی خواهه که چند سال پیش میخواستن علیهش کودتا بکنن، ولی در اون کشورم اکوادور چقدر پیشرفت شده. در پاراگوئه که فرناندو لوگو اومد که یه کشیش انسانی بود ولی بعدش علیهش به نوعی البته به طور سیاسی علیهش کودتا کردن و انداختنش. و ما میدونیم که در عرصه‌ای که هندوراس زلایا اومد و چه پیشرفت‌هایی شد، علیهش کودتا کردن و یه دولت نظامی آدمکش که تا الان صدها نفر از در واقع چیزهای رهبران هم سندیکاها رو و هم دانشجویی رو در اونجا کشتن و نابود کردن. می‌خواستم این رو عرض بکنم که در دهه 50، 60 و حتی 70 امریکا میتونست یه مقدار حتی در کشورهایی که کودتا میکرد یه مقدار کارایی از نظر تنعم و اینا بکنه. در حال حاضر فقط میره به تخریب و نابودی به بار میاره و نه در حقیقت پیشرفت و تنعم. ولی از همه اینها مهمتر میخواستم عرض بکنم که نه تنها این چنگالهاش امریکا در کشورهای دیگه داره عمل میکنه و به کشورهای دیگه اینطور چنگ و دندان نشون میده. ببینیم در خود امریکا چی میگذره. این اهمیت داره، این چیزیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم، که من بارها و بارها امریکا رو به عرصه‌ای که دیک چینی مقایسه کردم که چطور چنگالهاش و چنگ و دندانش عمل میکنه، هنوز که هنوزه دیک چینی، ولی قلبش، حالا البته یه قلب مصنوعی براش گذاشتن تا کی بتونه بکشه، ولی از درون نابوده. من دو تا خبر از امریکا میخونم برای عزیزان که ببینیم چی داره میگذره. یکیش از فیلیپ جیرالدی
که از مأمورین عالی رتبه CIA بوده، ولی الان مدتیه که اومده بیرون و مقالاتش رو عزیزان هم در انتی وار میتونن ببینن، هم در انفورمیشن کلیرینگ هاوس میتونن و سایر به اصطلاح چیزای ترقی خواه و واقعا انسانی. این در انتی وار در 21 ژانویه، با اینکه یکی دو هفته چند هفته ازش گذشته، ولی هنوز به اصطلاح میگه که بودجه نظامی امریکا از 11 سپتامبر 2001 تا به حال دو برابر شده است. جوزف استیگلیتز تخمین زده است که فقط جنگ در عراق سرانجام 5 تریلیون دلار خرج برخواهد داشت. اما اگر دیگر هزینه های امنیتی امریکا رو مثل پلیس مخفی، امنیت خاک وطن هوملند سکیوریتی، امنیت خاک وطن و غیره را حساب بکنیم، بودجه نظامی امنیتی امریکا بیش از 3 برابر شده است. بعد یک سلسله آمار میاره، من فقط به حساب بخشایی از به حساب چکیده مقاله رو بیرون کشیدم. میگه که فقط شهر نیویورک 34,000 پلیس داره که با حقوق 91,000 دلار در سال پس از 5 سال سابقه. 91,000 دلار یه پلیس نیویورک حقوق میگیره اگه 5 سال اونجا کار بکنه، که توسط CIA هم این پلیس آموزش میبینن، مال شهر نیویورک. بودجه امنیتی امریکا 80 میلیارد دلاره که به نظر من باش 16 سازمان در حقیقت امنیتی و جاسوسی که امریکا داره بسیار از 80 میلیارد دلار بالاتره. امنیت خاک وطن یعنی هوملند سکیوریتی فقط 59 میلیارد دلار بودجش. بعد یک سلسله آمار میده که چه کسایی از این مسئله سود میبرن. کارکنان دولت 2,700,000 نفرن، 1,400,000 ارتشی و 500,000 هم گارد ملی امریکا داره. و بعد میگه که مخارج سالانه جنگ علیه تروریسم که در حقیقت بخش وسیعی از بودجه نظامی امنیتی امریکا جنگ علیه تروریسمه، که اینطور 3 برابر شده، میگه در سال 500 میلیارد دلاره. و از اونجا که 100 تروریست شناخته شده وجود داره که امریکا به عنوان تروریست اینا رو در حقیقت شناخته، هر سال 5 میلیارد دلار خرج هر یک از اینا میشه. ولی آیا واقعا برای تروریسم یا برای حفظ این اقتصاده؟ حالا من برای عزیزان عرض میکنم که این فکر میکنن که این میتونه اقتصاد نگه داره، در حالی که مثل یه موریانه این زیر پای اقتصاد رو خالی میکنه. اما اینا به نفع کیست؟ بعد آمار میده که یک گروهبان ارتشی 64,000 دلار در سال با تمام مزایا، نظر بیمه و مزایا و حق بازنشستگی و امثالا، یک گروهبان 64,000 دلار. اینا همه در واقع میرن توی بگیم 30 یا 40% بالای جامعه. یک کارمند متوسط دولتی با محاسبه مزایا 125,000 دلار در سال حقوق میگیره. پیمانکاران نظامی که در مجموع 3,500,000 نفر هم. اقتصاد اینطور نگهداری میشه. کارکنان متوسط آنها در سال 500,000 دلار درآمدشونه. در مجموع در امریکا 800,000 پلیس وجود داره و بالاخره مامورین امنیتی خصوصی. در مجموع ارتش، کارکنان غیر نظامی دولتی، پلیس
و پیمانکاران خصوصی در مجموع 8,900,000 نفرند، یعنی نزدیک به 9 میلیون نفر که همه وابسته به بودجه دولت در جنگ علیه تروریسم اینا کار میکنن. و بودجه امریکا 3,770,000,000,000 که بخش اعظمش صرف بودجه نظامی صنعتی میشه و اون وقت وام دولت 17,000,000,000,000 یعنی 107% تولید ناخالص داخل. این نشون میده که حالا این 8,900,000 نفر که با این حقوق ها و مزایا دارن کار میکنن از نظر اقتصادی و حتی صنایع نظامی، از نظر اقتصاد سیاسی اسم اینا رو میگن کارگر غیر سازنده، non-productive labor. non-productive یعنی اینها چیزی تولید نمی کنن که به درد جامعه و به درد بشریت بخوره، فقط و فقط برای بسا هم حفظ به اصطلاح امنیت که به نظر من در درجه اول ترس از خود مردمه که این هوملند سکیوریتی برای چیه؟ برای تروریست هاست که همش 100 تا تروریست در سطح جهانی اینا شناختن و یا معرفی کردن به مردم، برای اونه؟ این یه خبره که میخواستم برای عزیزان بخونم که در واقع موقعی که شما اقتصادتون نظامی میشه و در حدود 9 میلیون انسانه که اینا کارکنانی هستن که غیر سازنده هستن، اینا در تولید نقش مثبتی ندارن که واقعا و نیازاتهای مردم رو بسا از نظر صنعتی و یا غیر صنعتی بسا چیز بکنن، تمام بسا سربار مردم و بودجه دولت هستن. حالا ببینید از نظر اجتماعی میخواستم یه خبر برای عزیزان بخونم. در سال 2010 19,154 نفر در اثر مصرف مواد مخدر در امریکا مردن. حالا عزیزان تصورشو بکنن که نزدیک به 20,000 نفر اگه در اثر مصرف مواد مخدر مرده باشن، چند نفر مصرف میکنن اینو؟ چند میلیون نفر مصرف میکنن؟ 3,094 نفر در اثر مصرف هروئین و بقیه در اثر مواد ضد درد. علت این که نیویورک، اینو از نیویورک، از نیویورک تایمز 10 فوریه گرفتم. چرا نیویورک تایمز اینو مطرح کرده؟ عزیزان میدونن که اخیراً یکی از ستاره های سینما و یکی از بازیکنان بسیار معروف در حالی که سرنگ هروئین توی رگش بود جسدشو در شهر نیویورک پیدا کردن و این آدم بسیار محبوب و شناخته شده ای بود، آقای هافمن. کلی تظاهرات به نفعش توی خود همین به اصطلاح گرینیچ ویلج، به اصطلاح بخش جنوبی به اصطلاح منهتن هستش، جایی که بیشتر هنرمندا و هر شبت که اینا زندگی میکنن. در اونجا جسدشو پیدا کردن در حالی که و بعدش تعداد زیادی از این پاکت‌های هروئین دور تا دورش که قبلا این به حساب پرسکریپشن دراگ، خود این داستان عظیمیه در امریکا واقعا که چطور دکترا گر رو گر از همین نسخه میمیسن از این مواد که در واقع ضد درد هستن ولی اعتیادآور هم هستن، یعنی به اصطلاح مواد مخدر در درونشون هست و همینطور این دکترها به اصطلاح نسخه میمیسن. در نتیجه اونایی که این نسخه ها رو میگیرن خیلی هاشو میبرن و میفروشن به اونهایی که به اصطلاح کم کم معتاد میشن. حالا اخیراً دولت امریکا و دولت‌های محلی از جمله شهر نیویورک فشار آورده روی اینها که دکترها مثلا کمتر چیز بکنن و یا انقدر فروش نره که پول این میره توی جیب به شرکت‌های دارویی. از زمانی که این اتفاق افتاده اونهایی که معتاد این مواد مخدره که از طریق نسخه باید خریدش، یعنی ضد دردن در واقع،
رفتن سراغ هروئین که هروئین رو در شهر نیویورک فوق العاده راحت میشه به دست آورد و این از طریق به حساب مواد چیز تزریق به حساب از طریق سرنگ و سوزنه و بعدش توی این هروئین کلی مواد به اصطلاح قاطی میکنن برای اینکه یه گرت سفیده و در اینجا خیلی چیزها رو میتونن از جمله جوش شیرین مثلا باش و خیلی چیزهای دیگه قاطیش میکنن. در نتیجه تا الان فرزن در همین امسال عرض شد که در 2000 و حالا این تاریخ دقیقش رو چیز نکرده 3094 نفر فقط در اثر مصرف هروئین عرض شد که از بین رفتن. حالا اینا عزیزان دقت بکنن که 88% از اینا سفید پوستن. برای اینکه تا الان مصرف مواد مخدر و به ویژه هروئین رو نسبت میدادن به فقرا، بی خانمان ها، رنگین پوست ها، به ویژه به اصطلاح چیز، یعنی به عنوان یه چیز کثیف و پست و بد که این مال سفید پوستانیست، مال رنگین پوست هاست، مال افریقایی تبار هاست. 88% از اینایی که مردن سفید پوست بودن و سن 50% از اونها زیر 34 سال بوده. 1/5شون 20% از اینا 15 تا 24 ساله بودن. مقالات نیویورک تایمز که آدم میخونه یک دونه این ضد بشرها اشاره نمی کنن که چرا باید این همه معتاد داشته باشی، چرا این همه آدم باید تو خیابونا کشته بشه، 20 تا 30 هزار نفر به ضرب گلوله از پا در میان توی خیابونها و کوچه های امریکا و تو فروشگاه ها و پستخونه ها و کلیساها و جاهای مختلف که به جون هم میفتن و هم دیگر رو میکشن. مرگ نوجوان 13 تا 19 ساله در اثر هروئین، 13 تا 19 ساله یعنی تینیجر، ما میگیم نوجوان، در اثر هروئین در 10 سال اول این قرن از سال 2000 به بعد 3 برابر شده است. اکنون که گیر آوردن دواهای ضد درد با نسخه سخت شده است، معتادان به هروئین روی آوردن. بین سال 2011 تا 2013 مرگ و میر در اثر مصرف هروئین 50% اضافه شده. سال 2007 400 هزار نفر معتاد به هروئین بودن، 2012 700 هزار نفر. و مصرف هروئین در بین افریقایی تبارها و لاتینوها کمتر شده یا ثابت مانده، در حالی که در سفید پوستان به طور سرسام‌آوری بالا رفته است. چرا؟ چرا این طوره؟ حالا صحبتشو برای عزیزان عرض میکنم که این چنگ و دندانی که اینها به کشورهای دیگه میرن کودتا میکنن، از طریق نظامی به نابودی میکشن اینها رو، آیا در خود امریکا چی داره میگذره؟ آیا میتونن اینا وعده تنعم، آزادی، دموکراسی و پیشرفت به این کشورهایی که از پادرشون میارن واقعا به اینا وعده به اصطلاح تنعم و آزادی دموکراسی بدن؟ زمانی هروئین به عنوان مواد کثیفی که متعلق به بی‌خانمان‌ها و فقرا و رنگین پوستان است توسط دستگاه‌های ارتباط جمعی معرفی شده بود. یه چیز دیگه از Information Clearing House دلم میخواد بعدش یه بحثی را بندازیم که واقعا در سطح جهانی چی داره میگذره و اینا به چه سوی دارن میرن و کشورهای دیگر چطور دارن به خاک و خون میکشن. این از Information Clearing House ساعت مال 2 روز پیش 20 فوریه. 40% از کارگران و کارکنان امریکایی میگویند حتی وقتی که مریضن سر کار میرن، چرا که از ترس اخراج نمیخوان حتی یک روز هم عقب بیفتن یا غیبت کنن، غیبت بکنن. آیا اینا مجبور نمیشن متوسل به مواد مخدر بشن زیر یک چنین فشاری؟ حالا بگذاریم از 20 تا 30 میلیون بیکارن،
و یا کار نیمه وقت دارن و نمیتونن به زندگیشون برسن. حتی اونایی که شاغلن زیر چه فشارهای روانی و استرس هستن. در میان 22 کشور صنعتی، امریکا تنها کشوری است که مرخصی استعلاجی با پرداخت حقوق تضمین نشده. در کشورهای دیگه صنعتی تضمین شده که به اصطلاح مرخصی استعلاجی و موقعی که کسی مریض بشه. اینا در ظاهر هم ممکنه چیز استعلاجی، ولی اگه کسی بیش از چند یه هفته دو هفته طول بکشه بیرونش میکنن به جای اینکه بهش کمک بکنن. نزدیک به 30% از افراد بالغ امریکایی پایین 35 سال هنوز در خانه پدر و مادری زندگی میکنن، چون به اندازه کافی پول ندارن که برن جایی جدا زندگی بکنن و غیره و غیره. بعدش من میرسم به اخبار ایران و به اصطلاح چیزی که از ایران رسیده، برای اینکه اخبار ایران هم باید حالا ببینیم چه اتفاقی بعد از به اصطلاح فروپاشی شوروی، آنچه که اتفاق افتاده و امریکا میخواسته هدفش در حقیقت مطابق همین اسنادی که به عزیزان عرض کردم تسلط بلا منازع بر تمام جهان، برای اینکه همینطور که عرض کردم فرضاً برای جنگ اول جهانی یا جنگ دوم جهانی تقسیم جهان بین نیروهای پیروزمند بوده، ولی امریکا هدفش عبارت از اینه که تسلطش بلا منازع باشه. حتی مثلا بر سر مسئله اوکراین بین اروپا و امریکا اختلاف هست. و عزیزان عرض کردم که خانم ویکتوریا نولان در اون مصاحبه‌ای که کرده به سفیر امریکا در اوکراین بهش میگه که این آقای کلیچکو، همین بوکسوره، باید توی دولت آینده باشه. ویکتوریا نولان بهش میگه و اینو به اصطلاح اتحادیه اروپا میخواد. اتحادیه اروپا پیشنهادش اینه که این دولت آینده رو بعد از برانداختن یانوکوویچ اینا بیان سر کار. اون یه لغت رکیک کثیفی به کار میبره که میگه اروپا، اتحادیه اروپا ولش. و حالا ببینیم چجوری این اختلاف هنوز در بین همینایی که کودتا کردن در اختلاف در بینشون وجود داره. یعنی امریکا حتی اروپا رو هم نمیخواد، میخواد زیر سیطره کاملش باشه. و تمام این به اصطلاح چیزایی که خانم مرکل رو اینو دولت فرانسه رو به اصطلاح شنود گذاشتن روی تلفنشون برای چی بوده؟ برای تسلط اقتصادی و سیاسی حتی بر اینا و البته به اصطلاح دستگاه‌های ارتباط جمعیشون که تسلط واقعا دارن بر اون. ولی به هر حال هدف امریکا مطابق این تئوری‌هایی که ساموئل هانتینگتون آورده، همونطور که عرض کردم نیال فرگوسون، آقای ماکس بود و بعدش هم پدر همه اینها که عبارت باشه از هر سبت که برنارد لوئیس، هدف تسلط بلا منازع بر کل جهانه که همینطور که عرض کردم در مقالات خودشون زیر عنوان فول سپکتروم دامیننس اینو بهش میگن، یعنی تسلط بلا منازع بر تمام جهان. بارها به عزیزان عرض کردم که این به قول مزاروش در کتابش که من ترجمهش کردم یا سوسیالیسم یا بربریت، میگه این امکان نداره. درسته که سرمایه داری جهانی بعد از فروپاشی شوروی در تمام گوشه و کنارهای جهان رفته، نفوذ کرده، ولی الان امریکا در صدد اینه که از نظر سیاسی هم یک مرکز فرماندهی واحد به وجود بیاره، همینطور که از نظر اقتصادی در واقع مرکز فرماندهی در وال استریت و در 300 یا 500 کورپوریشن امریکاییه که تسلط پیدا کرده. حالا از نظر سیاسی هم امریکا خیال اینو داره که این رو باید پیاده بکنه و این میتونه بشریت رو کاملا به طرف بربریت و یا نابودی بکشه. برای همینه که میگه یا سوسیالیسم و یا بربریت. حالا ببینیم امریکا برای پیاده کردن این بعد از فروپاشی شوروی چه کار کرد. همینطور که عرض کردم احتیاج داشتن برای پیاده کردن برنامه هایی که از دهه 1990 چه توسط پال ولفویز،
چه توسط صهیونیست‌های دیگه اینا تنظیم شده بود. Project for New American Century, Clean Break و یا سند دیگه‌ای که 1992، تمام این اسنادش هست و باید اینا خونده بشه. برای پیاده کردن اونها احتیاج به 11 سپتامبر داشتن و پیادهش کردن و الان کاملا مشخص شده که چطور دستگاه‌های امنیتی امریکا تا تمام رگ و ریشه های این القاعده و پلقاعده و اینا نفوذ کرده بودن و تمام کشورها هم بهشون مرتب گفتن، ولی گذاشتن چیز بشه و اتفاق میفته 11 سپتامبر و در حقیقت شروع کردن به پیاده کردن برنامه هاشون. ولی چه اتفاقی افتاد؟ آیا واقعا گرفتن افغانستان و بعدش عراق و و غیره و غیره مثل یک کیک واک بود؟ بریدن کیک؟ خیر، اینا گیر کردن. و در این فاصله چه اتفاقاتی افتاد؟ یعنی بین 2001 تا بگیم 2010 که امریکا از عراق مثلا بیرون اومد، در این فاصله چین که در واقع هفتمین اقتصاد جهان بود در 2001 به پنجمین تبدیل شد و بعدش در 2012 به دومین تبدیل شد، یا قبلش 2011 یا 12 به دومین اقتصاد تبدیل شد. ولی فقط اون نیست که از نظر به اصطلاح تولید ناخالص داخلی باشه، صعود و افول امپراتوری یا کشورها رو فقط نمیشه در رشد اقتصادی دید که یکی از عوامل البته، و یا عرض شود که تولید ناخالص داخلی. باید دید که از نظر علم و تکنولوژی در چه وضعیتی هستن هر کدوم از کشورها. در چین نه تنها مزد و مزایای کارگرا در عرض چند سال گذشته سیر صعودی داشته، هم از نظر مزد مزایا و هم از نظر تأمین زندگی، برای همینه که الان خیلی از سرمایه ها از اونجا دارن فرار میکنن و میرن به کشورهایی مثل بنگلادش و ویتنام و عرصوت که به سایر کشورهایی که امریکا از پا در میاره و مردم حاضرن با بخور و نمیر در واقع کار بکنن، که الان یکی از اهدافشون برای ایران هم همینه. این یکی. دوم عبارت از اینه که در چین دارن به علم و تکنولوژی میرسن. عزیزان فقط من یه یادآوری بکنم که ژاپن در جنگ دوم جهانی و بعدش کالاهاش به قدری بنجل بودن که من یادمه عرض شد که باب هوپ، این آدم دستراسی، مسخره میکرد که کشتی‌های ژاپنی میان وسط اقیانوس یه دفعه 4 تیکه میشن، برای اینکه صنایع ژاپن از کشتی سازی واقعا آغاز شد. اگه مثلا در انگلیس از نساجی شروع شد، در آلمان از صنایع شیمیایی شروع شد، در ژاپن از صنعت کشتی. و باب هوپ توی فیلماش که خنده‌دار هم بود کشتی‌های ژاپنی رو، و یا عزیزان جنس ژاپنی در خود ایران بعد از جنگ دوم جهانی به عنوان جنس بنجل در حقیقت ما ازش اسمو. حالا امریکا یه دونه ماشین لکسس که بساز ساخت اونجاست بساز. یعنی در واقع الان از جنس بنجل ژاپن شروع کرد در دهه 50 و 60 و الان به کجا رسیده که اگه کسی میخواد اتومبیل بخره میخواد ببینه در امریکا تولید شده یا در خود ژاپن درست شده. چین یه همچین وضعیتی رو داره میپیمان که الان در ایران میگن جنسش بنجله و خیلی هاشم بنجل هست، ولی چه راهی رو داره طی میکنه. این امریکا رو ناآرام میکنه. فقط مسئله رشد نمیدونم اقتصادی gross national product یا تولید ناخالص داخلی نیست. متوجه میشید داره میره تو علوم پایه و داره خرج در حقیقت یا بودجه تحقیقات پایه‌ای رو که امریکا اصلا کسی نمیتونسته برابری باش بکنه
دهه 60 که من اینجا بودم، مخصوصا در رقابت با شوروی که اسپوتنیک رو 1957 به آسمون فرستاده بود، دهه 60 که من اینجا بودم، کندی برنامه آغاز کرد که تمام این کشور رو به حرکت در آورده بود از نظر علم و تکنولوژی، که بالاخره آدم به ماه فرستادن. الان آنچه که در امریکا اتفاق میفته درست مسیر عکس چینه از جهات بنیانی، یعنی از نظر علم و تکنولوژی، که در حقیقت بودجه تحقیقاتی دولتی امریکا که باعث این شد که این همه جایزه نوبل نصیب امریکا بشه، اینا همه در دهه 50 و 60 و 70 صورت گرفته، اکثرا که در حقیقت روی علوم پایه به اصطلاح basic science و نه به اصطلاح applied science، یعنی علم کاربردی، که الان در حقیقت بیشتر به اصطلاح R&D یا Research and Development رو منتقل شده به کورپوریشن ها، که کورپوریشن ها چون هدفشون بیشتر سود بلا فصل و یا کوتاه مدته، نمیرن طرف علوم پایه‌ای که مثلا یه تحقیقی 30 سال طول بکشه تا از توش اتم مثلا شکافته بشه، یا مثلا DNA و RNA رو ساختار مولکولیش رو کشف بکنن، و یا خیلی چیزهای دیگه. اینا چیزهای پایه‌ای، یعنی basic science. میخوام به عزیزان عرض کنم که چه اتفاقاتی داره میفته، که امریکا اگر اوکراین رو از پا در بیاره یا چیز رو از پا در بیاره، این یکی کشور رو کودتا بکنه، ولی آیا قادر به این هست که تنعم بیاره، آزادی بیاره، دموکراسی بیاره، یعنی شرایط بهتری چیز که مردم ترجیحش بدن؟ همینطور که در دهه 60 که من خودم رفتم اروپای شرقی و بعد از اونجا اومدم به اروپای غربی، شکی وجود نداره که یک کارگر هم روسی هم اتریشی غرب رو ترجیح میدن. ولی آیا الان اینطوره؟ آیا اینا آزادی و تنعم و دموکراسی به اروپای شرقی آوردن؟ به کشورهای کنار دریای بالتیک آوردن؟ به یونان آوردن؟ الان برای ایتالیا و پرتغال و اسپانیا و ایرلند آوردن؟ بنابراین این چیزاییه که باید ببینیم که اینا قادر به پیاده کردن فول سپکتروم دامیننس هستن. فرضاً الان سیاستشون که تغییر کرده از خاورمیانه و حمله نکردن به سوریه و به ایران، رفتن دورور چین، ژاپن رو الان دارن هم مسلحش میکنن و یک دولت دستراسی سر کار آوردن، و هم فیلیپین و هم کشورهای اون منطقه رو و کره جنوبی رو میخوان به جون چین بندازن، و از این برم میبینیم که به روسیه چه فشاری دارن میارن. آیا موفق میشن؟ برای اینکه روسیه و چین در حقیقت مانعی هستن برای همون فول سپکتروم دامیننس یا تسلط بلا منازع، که هدفشون از میان بردن این مانعه. در درجه اول روسیه، چون بسا چین خودشو یه مقدار کنار کشیده و سکوت میکنه. در افریقا، افریکام یا بسا پایگاه اصلا نظامی عظیمی که بعد از نابود کردن لیبی در افریقا به وجود آورده و دروازه افریقا رو برای خودش و دوستانش مثل فرانسه باز کرده، برای چیه؟ برای بیرون کردن چینه، برای اینکه به اصطلاح چین اونجا از نظر اقتصادی میرفت جاده و پل و راه آهن و معادن رو و غیره و غیره، در این حال سود اقتصادی هم براش داشت، ولی نمیخواست اونجا کودتا بکنه، نه به حساب پایگاه نظامی داشت. امریکا که میره اونجا پایگاه نظامی درست میکنه، و در واقع از حکومت‌های تا مغز استخوان فاسد، دزد و فقر گسترده و نابودی و گرسنگی اونجا گسترش میده و نه آبادی. بنابراین درسته که موفقیت هایی از در این زمینه داره که به اصطلاح بتونه به قول معروف دم به اصطلاح چیز رو بچینه، یا پروبال به اصطلاح چین رو در افریقا بچینه، از این ور اوکراین رو از پا در بیاره، از اون ور در گرجستان به اصطلاح مشکل، از اون ور در چچنیا تمام این تروریست‌های اسلامی رو به اصطلاح تقویت کنه و غیره و غیره. ولی مهم اینه که ثم ماذا، بعدش چی؟
بعدش امریکا میخواد چیکار بکنه؟ آیا خودش توان اقتصادی در درون کشورش و اوضاعش از نظر آزادی، دموکراسی و تنعم برای مردم خودش توان اینو داره مثل دهه 50 و 60 امسال هم که تنعم و دموکراسی و آزادی برای کشورهای دیگه هم بیاره؟ مهم اینه که در خود کشورش اینا رو به افول و به اصطلاح رو به عرض که سقوط رفته. در نتیجه این برنامه خطرناکی که من از قول هم برنارد لوئیس، هم ساموئل هانتینگتون و غیره و غیره و این آقای رابرت کوپر که مشاور آقای چیز هستش خوندم، آیا اینا قابل پیاده شدن هست یا نیست؟ به نظر من قابل پیاده شدن نیست اینا، و در نتیجه اینا جهان رو دوچار یک تلاطم عظیم و به آستانه یک جنگ واقعا اتمی میبرن، بدون اینکه بتونن واقعا اینا موفق بشن. بنابراین حالا بعد از اینکه اینا به افغانستان حمله کردن و به عراق، در این فاصله چین انقدر پیشرفت کرده در روسیه که داشت حتی خود فدراسیون روسیه از هم متلاشی میشد. توسط یلسین وطن فروش تونسته روسیه رو یه مقدار جمع و جورش بکنه. اینا نمیتونن تحمل بکنن به عنوان یک دیکتاتور یه مش از این خانما که پوسی رایت، که ما نهایت تأسف خانم ایمی گودمن هم چقدر در برنامهش از اینا حمایت کرد. پوسی رایت، خب پوسی به انگلیسی یعنی چه؟ هم به معنای بچه گربه است، هم به معنای آلت تناسلی زن. رایت هم شورش، اینا آلت تناسلیشون شورش کرده بود و رفتن توی به اصطلاح یک کلیسا که این شورش آلت تناسلیشون رو به نمایش بذارن. دادگاه اینا رو محکوم کرده، اون وقت میگن پوتین این یه دیکتاتور، رو ببین به این زنان چه. الان هم در به اصطلاح المپیک سوچی رفتن اونجا باز با پیرنهای بسیار سکسی پکسی و فلان اینا هی تو کوچه ها میرقصن علیه پوتین به اصطلاح چیز میکنن. وقت نیویورک تایمز عکس میندازه که پلیس اینا رو میخواد بگیره. اینا عواقب خطرناکی خواهد داشت. یعنی در حقیقت پیاده کردن سیاست فول سپکتروم دامیننس چون عملی نیست، اینا فقط جهان رو به آستانه یک جنگ عظیم میتونن بکشونن. و خب خیلی از کشورها رو هم الان اوکراین رو به خاک سیاه میشونن، همینطور که سوریه رو به خاک سیاه میشوندن، همینطور که لیبی رو، همینطور که کشورهای افریقایی رو یکی پس از دیگری با برقراری به اصلاح چیزا به خاک سیاه میشونن. این بحث رو من ادامه میدم که ما آنچه را که در تایلند، در ونزوئلا، در اوکراین، در سوریه میگذره، اینا رو باید در متن تاریخیش قرار بدیم، وگرنه باز دچار افسردگی، ناراحتی، بیخوابی و غیره و غیره. اینا در نهایت موفق نمیشن، نمیتونن، برای اینکه بشریت الان به درجه از آگاهی رسیده که میبینه که یه زمان اینا ادعای آزادی و دموکراسی میکردن، ولی خب یانوکوویچ با رأی مردم اومد سر کار. بعد از انقلاب نارنجیشون بود، انقلاب فلانشون بود. در ونزوئلا کوشش خودشون رو کردن، آقای کاپریلس یکی دیگه از بسیار طرفداراشون که با مادورو در حقیقت یه مسابقه کاملا مشروع با هم دیگه کردن. مادورو هم خیلی اکثریت عظیمی بده، ولی اکثریت رو میخوان بندازن. من این چند دقیقه‌ای که از وقت مونده نامه‌ای رو که از ایران اومده برای عزیزان میخونم و باید یه مقدار به اوضاع ایران هم برسیم که اونم خودش داستان دیگه ایه که اینا برنامه‌هاشون در مورد ایران چیه. حاکمیت نظام ولایی و اسلام سنتی خیال می‌کرد می‌تواند تحت شرایط حکومت سیاسی نامشروع که به طور کلی مشروعیتش را از دست داده،
با تجدید نظر در زمینه به اصطلاح موضوع هسته‌ای و رفع تنش با امپریالیسم و ایجاد تعامل با غرب، که البته طبق مقررات صندوق بین المللی پول و گردن نهادن به بردگی این عزیز میمیسه، مردم را دور بزند، یعنی هم با اینا کنار بیا ولی همون حساب فاشیسم دینی ادامه پیدا بکن، کشتارها، اعدامها، بستن روزنامه ها مثل بهار، مثل آسمان که اخیراً بستنش. صرفاً اینه که گفته بود لایحه قصاص، یه نفر اشاره کرده بود که این چیز ضد انسانیه، بستنش. تحریم اقتصادی رو بشکنه و مفری برای عبور از شرایط رو به افزایش بسیار سخت معیشتی که هر آن امکان شورش های خیابانی ممکن است فراهم نماید، بدون اینکه به یک همراهی جمعی و اجماع داخلی رسیده باشه، یعنی رضایت مردم را جلب کرده باشه، ایجاد امنیت سیاسی که لازمه امنیت اقتصادی است بنماید. شاید برخی خیال کنند که تظاهرات این نکته است، که اتفاقا یکی از عزیزان از من سوال کرده بود که این به سات تظاهراتی که بختیاری ها کردن علتش چیه، واقعا اینا دوباره به جریان عشیره‌ای و قبیله‌ای برگشتن؟ گفتم ابدا همچی چیزی نیست. اینا میخوان از قوانینشون یا چیز دفاع بکنن، نارضایتی از حکومته. شاید برخی خیال کنن که تظاهرات قومی روزهای اخیر هموطنان بختیاری که به همراهی برخی از استانها عرض شد که از جمله فارس، اصفهان، لرستان، کرمانشاه گسترش یافت، به خاطر موجود در سریال همین به حساب عرض شد که چیز کهنس، سریالی که نشون میدن که به نظر این جانب دور از حقیقت و در واقع فرصت و آزمایشی شد که حاکمیت و نیروهای اصلیش یعنی سپاه و بسیج و و و و شدت نفرتی را که مردم بخش هایی از کشورمون به نمایش گذاشتن شاهد باشن، به دلیل نفرتشون از حکومته و نه نمیدونم تعصب فلان خان و فلان چیز یا چیزهای سابقشون، عشیره‌ای و قبیله‌ایشون. به اشکال مختلف مردم نارضایتیشون رو از این سرکوب ها نشون میدن. در گزارش هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا در یکی دو ماه پیش که به ایران آمده بودن اشاره شده بود که ما با بیش از 100 نفر از افراد طبقات مختلف از جمله مردم عادی در خیابان در مکانهای مختلف صحبت کردم و در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدم که رفع حصر رهبران جنبش جزء خواستهای ملی مردم است، که اینا از ترسشون نمیخوان آزادشون بکنن تا اینکه یا تدریجاً طوری که غیر محسوس باشه یا یک لغت از دهانشون بیرون بیاد که ما دیگه کاری نداریم، صحبتی نمی کنیم، با مردم کاری نداریم، یا توبه بکنن، یعنی جسدشون بیاد بیرون از زندان. منتظر اینم. به موضوع حقوق بشر از سوی حاکمیت ایران برای مردم بی‌توجهی میشه در این گزارشی که ما میدونیم به اصطلاح سازمان ملل هم داده شد، اما مردم ایران در همین گزارش قابل توجه آقای سریع القلم ها که دشمنان مردم ایران هست، اما مردم ایران را مردمی با فرهنگ و مترقی توصیف کردن، گزارشگران چیز مال اتحادیه اروپا، و همچنین از فضای تازه ایجاد شده با تعامل با غرب مردم هم خوشنودن. کاملا همینطوره، باید هم باشن، برای اینکه این رابطه پنهانی باید آشکار بشه و با ما با گرمی برخورد کردن. مردم ایران اینطورن، زینوفوب یا ندارن، یعنی ضد خارجی نیستن به هیچ وجه. چندی پیش بعد از توافق 6 ماهه اول 5+1 با تیم مذاکره هسته‌ای ایران، بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های صنعتی آمریکا ضمن اعلام آمادگی برای سرمایه‌گذاری در ایران از دیپلماسی دولت اوباما در خصوص ایران تقدیر و حمایت کردند. برای همین بود که اوباما اومد و وارد مذاکره شد، یکی از دلایلش، و از اوباما خواستن موضوع مذاکره با ایران به درازا نکشند و هر چه زودتر این موضوع را فیصله داده
و تضمین های لازم جهت تعامل و سرمایه گذاری در این کشور را تأمین نمایند، به دلیل اقتصادشون که میخوان یک به اصطلاح کشور یک منطقه دیگه به حساب بیاد زیر سیطره اقتصادیشون. منتها دولت ایران هم به قول معروف خیلی عوض، هم خدا رو میخواد هم خرما رو، به قول معروف هم میخواد اونا بیان و به حساب این فشار از روش برداشته بشه، ولی هم سرکوب ها به همون ترتیب و یا شدیدتر از گذشته ادامه پیدا بکن. حکومت نمیتونه اینجوری ادامه بده. با کمی دقت به عمق مطلب، به عمق مطلب دو پاراگراف بالا که در واقع وجود شرایط ناامن اقتصادی را که حکایت از اوضاع به شدت تحمیلی بسته و جو نارضایتی از حاکمیت دارد، ریسک سرمایه گذاری خارجی را بالا برده. هرچند که در نتیجه درخواست وزارت خارجه امریکا نسبت به رفع حصر موسوی کروبی که اونم به این عزیز من باید عرض بکنم و عزیزان که نظریه دیگه هم هست که امریکا الان فکر میکنه که ایران مؤثرتر از هر جای دیگه مردم رو سرکوب کرده، بنابراین محیط امنیه برای هر شبت که سرمایه گذاری، اینم هستش. در واقع حاکمیت رو در آچمز و مخمسه قرار داده است کل این قضایه، که این کاملا درسته. وقت من تمامه و فرزا جان خیلی ممنون. این بحث رو در هفته های آینده ادامه میدیم. به این ترتیب عزیزان میدونن 9 شب این برنامه هر شبت که تکرار میشه و بعد به سایت خودم mohit.com صداش میره و به سایت مردم تیوی، دانشجو تیوی و بعد فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.